با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، طبق عادت معمول در بخش دوم برنامه چشمانداز در خدمت آقای علی جوانمردی مدیر رسانه آوا تودی هستیم. اما قبل از اینکه صحبتمون آغاز بکنید، یه خواهشی از شما دارم، اونم اینه که در ضمنی که الان شماره رو بچه‌ها روی مانیتور رو تلویزیون اعلام میکنن، شماره واتساپ رو، سوالاتتون رو خیلی مختصر بنویسید، یا اگر طرحی مطلبی دارید مختصر بنویسید، در حد یک جمله، دو جمله، سه جمله، که من بتونم به اون مطلب برسم. و تشکر هم نیازی نیست، قبول داریم، ما تشکرهای شما رو، سلامهای شما رو همه رو قبول داریم، چون این تشکر و سلام و به قول معروف دلتنگی هایی که ابراز میکنید سبب میشه ما نتونیم برخی پیام هایی که شاید ضروری باشه در طی برنامه اونها رو بخونیم. اما همراه ما باشید، ما تا جایی در توانمون باشه پیام های شما رو خدمت های جوانمردی ارائه خواهیم داد و خب شما هم پاسخ خودتون رو خواهید شنید. سلام و درود بر شما جوانمردی عزیز. سلام و درود خدمت شما جناب آقای احراری و سلام و درود خدمت بینندگان گرامی ما همیهنان عزیزم. آقای جوانمردی، قبل از اینکه شما بخواید طبق عادت معمول اون چیزی که لازم میدونید از گزارش های خبری و شرایط فعلی بالاخره نظام از هم پاشیده و از هم گسیخته این جمهوری شیطانی برای ما و بینندگان بگید، با توجه به اینکه یکی از اهداف ما در ابتدای برنامه این بود که یادی کرده باشیم از ظلم و ستمی که بر زندانیان سیاسی، عقیدتی، حقوق بشری میره، به ویژه بزرگوارانی، شیردلانی همچون خانم نرگس محمدی، نسرین ستوده، سپهده قلیان و دیگران که اسمشون تو ذهن من نیست، از آقای خواستار و جعفری و سپهری و خانم سپهری و آقای واحدیان یادآوری بشه، بعد ما در خدمت شما هستیم. شما دیگه انشاءالله اون چیزی لازم میدونید توضیح بدید. خیلی دیگه که ما واقعا اسمشون رو هم اسم همه رو شاید ندونیم و اگر یادمون بره خوب نیست که اسم بیاریم از تک تک عزیزان، مگر اینکه همه رو بگیم. خیلی زیاد هستن، از حوصله این برنامه خارجن. تمام زندانیان سیاسی به گردن ما حق دارن، خانم نرگس محمدی، خانم ستوده، همه، آقای خواستار، کل زندانیان سیاسی بدون استثناء سیاسی و عقیدتی. مسئله که بسیار مهمه و باید همیهنان ما بهش توجه کنیم، چون من میدونم در مورد خانم نرگس محمدی خیلی گفته شده، خیلی‌ها میدونن، ولی جمهوری اسلامی سعی کرده که همیشه افرادی رو که در داخل کشور هستن و دارن با تمام خطراتی که وجود داره مبارزه میکنن، اینها رو ما برچسب بهشون بزنیم و بگن خیلی خوب چون این دستگیر نمیشه یا دیر دستگیر شده یا چرا آزاد شد یا چرا صداش بیرون اومد یا چرا. با ایجاد شبهه در بین مردم فضایی رو ایجاد بکنن، بگن این از خودشونه، که باید مواظب این ترفند باشیم. دقیقاً کسانی که به این شایعات و به این ترفند جمهوری اسلامی دامن میزنن یا از خودشون هستن یا فریب خورده. خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی و همه زندانیان سیاسی و در گوشه و کنار ایران فرق نداره، آقای خالد فریدونی در ارومیه گرفته تا زندانیان سیاسی در اهواز، در بلوچستان، در نقاط مختلف، همه و همه کسانی هستند که در راه آزادی ایران، برای آزادی ایران صدای مردم بودند، در حال حاضر دارن زیر شکنجه در بدترین شرایط به سر میبرن. همین امروز خالد پیرزاده اعلام کرده که چشم راست خودش رو دوخته در زندان، ورزشکاری که در حال حاضر باید بر روی سکوی قهرمانی می ایستاد و افتخار آفرین می بود برای ایران، در حال حاضر در زندان اعتصاب کرده و چشم خودش رو دوخته. همه اینها قهرمانانی هستن که ما باید از اونها قدردانی کنیم و قدرشناس باشیم نسبت بهشون. این خیلی مهم هست و همیشه کسانی رو که سعی میکنن بگن اینا از خودشون هستن، مطمئن باشیم که اونا از خودشون هستن و یا فریب خورده. اگر فریب خورده هستن باید روشنگری بشه، در غیر این صورت بگیم که خیر، جمهوری اسلامی با ایجاد تفرقه، با ایجاد شبهه نسبت به این قهرمانان زندانی میخواد بگه که خیلی خوب همه جزء ما هستند، همه مزدور هستند، همه فلان. این نکته ای هست که من تصور میکنم باید همه بهش بپردازیم و این رو مد نظر داشته باشیم. در مورد خانم نرگس محمدی زیاد گفته شده، شیرزنی که قهرمانان ایستاده و داره از حق خودش و حق همیهناش دفاع میکنه، اینها نتونستن در همش بشکنن، پس بنابراین ترور شخصیتی در خارج کشور توسط مزدورانشون از این طریق میخوان، بلکه
به زانو درش بیارن، ولی اگر ما حمایت بکنیم نمیتونن. پس خیلی مهم هستن زندانیان سیاسی، کسانی هستند که ممکنه هر یک از افرادی که در حال حاضر در خارج زندان هستند، البته در زندان بزرگتری که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، روزی اونها هم زندانی بشن. پس خیلی مهم هست ما از اونها، از حقوقشون حمایت بکنیم، صدای اونها باشیم و کاری بکنیم که جمهوری اسلامی نتونه اونها رو کاری بکنه که به زانو در بیان، تنها بمونن و راهی برای ادامه مقاومت و مبارزه نداشته باشن. ما مدیونشون هستیم، سپاسگزارشون هستیم و دست تک تک بنده خودم به نوبه خودم عنوان یک شهروند، دست تک تک زندانیان سیاسی کل ایران رو، کسانی که آزادی خواهانی که از هر طیف و طبقه و گروهی هستند رو میبوسم. بله خیلی متشکرم. در خدمت شما این خواجه جوانمردی، اگر گزارشی دارید که بفرمایید و الا میتونیم پیام بینندگان رو خدمت شما ارائه بدیم. گزارش که نه، ولی هشداری هست که همیهنان ما از حالا باید بدونن. من داشتم ویدیویی رو نگاه میکردم از خبرگزاری فارس در مورد بنده به عنوان فردی که ایجاد اختلال کرده در اقتصاد، باعث مال باخته شدن مردم شده در اون دوره. خواستم لینک رو ببینم، برش داشتن، ولی خوشبختانه خودمون سیف کرده بودیم و به زودی دوباره بازپخش میکنیم. برای اینکه این پیام رو به مردم بدیم که چه کسی، چه کسانی دروغگو از آب در اومدن. در دوره‌ای که ما دلار 10,000 تومان بود، میگفتیم که مردم دلار بخرید. اینها میومدن مثلا با جف سازی، با ایجاد فشار بر بازار، با دستگیری تعدادی یه خورده میوردن پایین، بعد میگفتن مردم رو میترسوندن که اینا به شما دروغ میگن در خارج کشور، ما حقیقت رو میبینیم و برید بفروشید دلارا. کسانی که به صحبت‌های بنده مخلص شما گوش کردند، هیچ کدوم مال باخت نشدن و همان بالعکس خیلی هم نفع بردن. در حال حاضر با این مقدمه میخوام بگم که یک غارت بزرگ دیگه در راه هست، این بار از طریق بنزین. اینها اومدن تحت این عنوان که با هدف، یعنی کاملا هدفمند و هوشیارانه، تحت این عنوان که سوبسید یا یارانه رو از روی اقلام اساسی بر میدارن، از جمله از روی بنزین شروع کردن و بعد که خیلی از اقتصاددان ها اومدن صحبت کردن که یک فاجعه اتفاق خواهد افتاد و فقر بسیار گسترده‌ای ایران رو فرا خواهد گرفت، از اینی که هست به مراتب بدتر، بعد اومدن گفتن که نه، ما سهمیه بنزین داریم میدیم به هر فرد 30 لیتر در مجلس. بعد محسن رضایی اومد گفت نه 20 لیتر. بعد امروز بعد از چند روز، دیروز و پیروز، وزیر نفتشون اومد گفت که خیر 15 لیتر. از اون ور نگفتن که چقدر قرار هست بنزین گرون بشه. بنزین ممکنه 5 تا 6 برابر گرون بشه. بنزین گرون شدن فقط مسئله بنزین نیست. هم میهنان گرامی ما به یاد دارن زمانی که در آبان ماه بنزین 1000 تومانی رو، دولتی رو، به 1500 تغییر دادن و حالا بنزین آزاد بماند، با همین 500 تومان نرخ همه اقلام اساسی بالا رفت و چقدر گرانی ایجاد شد. حالا تصور کنید 4-5 برابر بیشتر بشه. اینها دقیقا دارن چه کار میکنن؟ سوال خیلی از همیهنان ماست. از بالا بهشون دستور دادن که دروغ حد اکثری و تناقض‌گویی، این رو به طور حد اکثری از خودشون نشون بدن. یعنی چی؟ یعنی هر کی بیاد یه دروغی بگه، یکی بگه گرون میشه، یکی بگه نه اتفاقی نمیفته، یکی بگه نه به نفع مردم، یکی بگه یارانه میدن، یکی پول میدن، یکی بگه پول تأثیری نداره. اینقدر تناقض‌گویی و دروغ با دو هدف، یکیش این که مسئله غارت از جیب مردم از طریق بنزین اتفاق بیفته، دوم این که آبانی تکرار نشه، این خیلی ازش میترسند آقایون، آبان ماه تکرار نشه. چرا من این رو میگم؟ میخوام بگم که اینها برنامه دارن برای مردم ایران. بودجه 1401 بودجه نابودی ملت هست، این حرف من نیست، اقتصاددان ها میگن بودجه نابودی مردم هست و اینها برای اینکه بیان جبران بکنن کسری 300 همت رو، 300 هزار میلیارد تومانی رو در بودجهشون جبران بکنن، اومدن سوبسیدها، یارانه ها رو برمی‌دارن، همه چی گرون خواهد شد، به طور وحشتناک تورم در ایران ایجاد خواهد شد. در حال حاضر که ما
اگر آمار رو نگاه کنید وضعیت ایران از وضعیت سومالی بدتره. گوشت در همین چند روز دوستان از ایران به من گفتن که 15 تا 17 هزار تومان گرون شده. گوشت قرمز. سرانه مصرف گوشت مردم ایران 4 کیلو 900 میگن کمتر از 5 کیلوست. مال سومالی دو برابر بیشتر. کشور سومالی. ونزوئلا 11 یعنی ما وضعیتمون بدتره از کشورهای بسیار بد. مسئله که آخوندها همیشه مردم رو میترسوندن اگر تکون بخورید وضعیت بدتر میشه. حالا چه خواهد شد؟ با این مقدمه من میخوام بگم اگر سکوت بکنیم این برنامه عملی خواهد شد. اگر سکوت بکنیم طرح نابودی مردم ایران از طریق ایجاد فقر و شکل قحطی که همیشه در موردش صحبت میکردیم اتفاق خواهد افتاد و اینا بدون پروا مردم برنامه‌هاشون رو عملی میکنن. در این بین خیلی جالبه بدونید، یعنی این حرف آماره، حرف بنده نیست، یعنی من اینو نمیگم. 70% ثروت ایران، دارایی های ایران در دست خامنه ای خائن، سپاه پاسداران و زیر مجموعه های هر دو هست. 70% ثروت ایران که اینها فقط پول نقدشون بیش از 100 میلیارد. خیلی جاهایی که حالا اینها انگلیسی و اینا هستن و به نفع رژیم این گزارش رو دادن، منابع مستقل میگن تا 200 میلیارد پول نقد دارن و خیلی بیشتر از این ثروتی که در ایران هست. شما تصور کنید 10,000 معدن در ایران وجود داره، آمارش کجاست؟ به مردم گفتن این معادن کجاست؟ به مردم گفتن که چقدر معادن طلا داریم، معادن الماس داریم؟ به مردم گفتن چقدر مس داریم؟ چقدر ثروتمند هست ایران به لحاظ معادن؟ چندین برابر نفت. نفت که ما فکر میکنیم خیلی اطلاعاتشون پایین هست، فقط ما نفت داریم، گاز داریم. خیر، 10,000 معدن در دست خامنه ای خائن، سپاه پاسداران و زیر مجموعه شون هست. اینا هیچ کدوم نمیان به برای این وضعیت پولی صرف بکنن. پول کیه؟ پول مردم ایرانه. مردمی که در حال حاضر به پایین تر از سطح سومالی و ونزوئلا رسیدن، این مردم رو ترسوندن از جنگ، ولی عملا جنگ علیه مردم برای نابودیشون به خوبی داره پیش میره برای آقایون. اگر ما سکوت بکنیم ادامه خواهد داشت. حرف اساس اینجاست، سکوت باعث مرگ تدریجی همه خواهد شد. دیگه مثل سابق نیست، من سیاسی نیستم، من فلان نیستم، به من آسیبی نمیرسه، به همه آسیب داره. میوه هایی که در حال حاضر در ایران مصرف میشه، آماری رو برای ما فرستادن که در 5 سال آینده میزان سرطان تا 30% بالا خواهد رفت. انواع سرطان در کشور، این وحشتناک است. همین حالا نگاه کنید چقدر سرطان در ایران زیاد شده، چقدر میمیرن و چقدر به خاطر کمبودهایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده با برای ساده ترین دارو محتاج هستن، نایاب شده، کمیاب شده و دارن جونشون رو از دست میدن. کودهایی که از چین گرفتن آقایون برای اینکه بدل و نامرغوب و اساساً سمی هست، تمام میوه های تولیدات داخل ایران به تاجیکستان، به روسیه، به هر جای منطقه، به کشورهای حوزه خلیج فارس، کویت و امارات و به عراق، به گوجه فرنگی، به هندوستان، کیوی، همه برگشته. چرا؟ آزمایش شده درشون سم هست و اینها رو حالا دارن در بازار به مردم میفروشن. خودشون باغهایی دارن که هیچ سمی بهش زده نمیشه. آقای هیچ آخوند حکومتی نیست که یک یا چند تا باغ نداشته باشه، باغ میوه و ویلا وسطش و با همه چی. مردم براشون مهم نیستن. پس دیگه شرایط به گونه ای نیست که آقا شما سیاسی نیستی به شما گزندی نمیرسه. ای سیاسی نیستی با سرطان شما رو میکشن، سیاسی نیستی بهت سم میدن از طریق میوه جات، سیاسی نیستی از هر راه ممکن شما قربانی این سیاست آخوندی هستید. پس خیلی مهم هست که ما اگر اینها بخوان مسئله دست بردن به جیب مردم از طریق بنزین رو شروع بکنن، دیگه این خط قرمزی هست که باید ما از خونه ها خارج بشیم. خیلی متشکرم. این بار سیل بزرگتر از آبان رو باید شروع بکنیم. اگر این
اتفاق نیفته، مرگ تدریجی مردم ایران سرعت پیدا خواهد کرد و متاسفانه شبه قحطی بسیار وحشتناکی رخ خواهد داد. بله، خیلی متشکرم جوانمردی. یکی از سوالاتی که مطرح هست که بینندگان هفته گذشتم روش کار کرده بودن، امروزم میبینم چند تا ارسال شده، برمیگرده به بحث تهدید نظامی ایران علیه اسرائیل، اسرائیل علیه ایران و بالاخره زدن اهدافی در بندر لازفیه که بالاخره مربوط به سپاه پاسداران بوده و اینکه احتمال این که بالاخره آیا این جنگ شعله ور بشه، وزارت خارجه ایران با قدرت به قول خودش برخورد کرده و عکس العمل به خرج داده، میخوان تحلیل شما رو در این مورد داشته باشن بیننده. سایه زدن جمهوری اسلامی سنگینی میکنه بر رژیم. اساساً در خارج ایران ایران رو دارن میزنن. ما زمانی که اخبار چپ و راست زدن سپاه قدس در سوریه رو پخش میکردیم، خب هیچ جایی پخش نمیکرد. زمانی که ما پخش میکردیم همه میگفتن ممکنه این واقعی نباشه، چون اینا قویاً تکذیب کردن و اسرائیلی ها هم اوایل نمیخواستن اصلا پخش بشه، براشون مهم نبود، اونها در عمل داشتن میزدن، جنبه تبلیغاتیش رو اصلا براشون نه اهمیتی داشت نه میخواستن پخش بشه، درس داده نمیشون. با توجه به منابعی که در سوریه داشتیم میگفت آقا اینجا سپاه رو زدن، اینجا زدن. کسایی که در کانال ما بودن میدونن که همیشه گفتیم این رو، نه از حالا، 4 سال پیش از 3 سال پیش، مخصوصا 4 سال پیش اوائل. حالا به جایی رسیده که پاسدار حسین علایی از فرماندهان ارشدشون اومده گفته آقا اسرائیل پیش از 200 بار ما رو در سوریه زده، ما رو نابود کرد در سوریه، به مواضع ما حمله کرد، 12 کشتی ما رو تسخیر و یا غرق کرده. چی نگفتن آقایون؟ در 4 مورد کماندوهای اسرائیلی رفتن رو عرشه کشتی، اصلا کشتی رو همه رو بازداشت کردن و کشتی رو مصادره کردن با محتویاتش. حالا گاهی مواد مخدر، چون سپاه پاسداران در صدور مواد مخدر افغانستان نقش بسیار بسیار اساسی داره و گاهی هم سلاح برای گروه تروریستی از حزب الله گرفته تا حوثی‌ها و بقیه، همه رو گرفتن اسرائیلی‌ها. حالا پاسدار حسین علایی میاد میگه آقا در مواردی، در بسیاری از موارد پایگاه‌های ما رو بغل روس‌ها زدن. آقایون تکلیف خودشون رو با روس‌ها مشخص کنن، چون مناطقی که سپاه قدس در اونها پایگاه داره همه توسط رادارهای روسی حمایت میشه. رادارهای روسی چی کار میکنن؟ مشخصه که با اسرائیل همکاری میکنن. پاسدار حسین علایی میگه تکلیفتون رو با روسا مشخص کنید. چگونه است که چپ و راست ما رو میزنن و آقایون با روسا مذاکره میکنن، حرفی هم نمیزنن، صحبتی هم نمیکنن. در لازقیه تمام تأسیساتی که اینها با میلیاردها پول مردم ایران ایجاد کرده بودند، با لباس غیر سپاهی، کاملا مخفیانه و کنار روزها، اینها رو تماما 2 شب پیش از بین بردن، نابود کردن. 16-17 ساعت آتیش گرفت، آتیشش رو اصلا خاموش نمیشد. سانا خبرگزاری سوریه و همه، شما نگاه کنید، از سپاه پاسداران کوچکترین واکنشی شنیده نشد، هیچی ما ازش نشنیدیم، نه خوب نه بد، حتی جرأت نکردن تایید بکنن صحبتای گزارش سوریه رو، سانا، حکومت بشار اسد رو، همپیمان خودشون رو که میگه آقا بسیار وسیع بوده حملات و خسارات زیادی وارد کرده، کوچکترین حرفی نزدن. ولی از اون ور میان فیلم میسازن انگشت ما روی ماشه است برای اسرائیلی نابودی اسرائیل، انگشت ما روی ماشه است، موشک میسازن، فتوشاپ میکنن، انفجار موشک این اسرائیل رو اینجوری میزن. تا جایی که این تبلیغاتشون باعث شده بعضی از بسیجی ها که همه از خونواده های پایین و بی‌بضاعت و به لحاظ فرهنگی مشکل دار هستن، اینها برای ما فرستادن که آقا چرا شما خبرهای حمله به اسرائیل رو منتشر، کدوم خبر؟ خبر ویدیوهایی که ساختن، یعنی فیلم های تخیلی که ساختن رو اینها رو میگن. بعد در جلساتشون به بسیجی ها میگن که ما انگشتمون روی ماشه است برای نابودی اسرائیل. در واقع اسرائیل بسیار مقتدرانه در مقابل جمهوری اسلامی عمل کرده و همین مسئله به این میپردازم. اسرائیل که اینجوری عمل کرده و هیچ جمهوری اسلامی غلطی نتونسته بکنه، تاکید میکنم به طور مستقیم، و
فقط از طریق نیابتی ها و گروه های تروریستیش به غیر از اون کاری نتونسته انجام بده، باعث شده که خیلی خوب اسرائیل فکر بکنه که تمام ایران رو میتونه بزنه و واقعا هم میتونه بزنه، چون اسرائیلی ها از رگ گردن به اینها نزدیکترن، اکثر سرداران سپاه رو خریدن. شما مگر ممکن هست آقای احرالی شما بتونید حدود 5 تن کاغذ همش مدارک محرمانه و فوق محرمانه رو با کامیون از کشور خارج بکنید و بعد کسی نفهمه به دست آقای نتانیاهو برسه؟ خب نگاه کنید، اسرائیلی ها همه سرداران سپاه رو خریدن. اینها یک خبرنگاری میاد صحبت میکنه، اینو متصل میکنن به اسرائیل و به عربستان و به کجا و کجا. خانم نرگس محمدی که گفتیم فقط عربستانش کم بود که اینا جاسوسن همه، ولی جاسوسا همه در بیت رهبری و در سطوح بالا اگر نباشن، اگر ممکنه یک پاسدار از سطح پایین بتونه این کار رو بکنه؟ خیر، این از رهبران جمهوری اسلامی این درز و شکاف باعث شده که اطلاعات بیرون بره. خب اسرائیل ممکنه حمله بکنه یا خیر؟ خبرگزاری کان نیوز مال یهودیاست، یه جروزالم پست هم گذاشته، میگه جمهوری اسلامی 6 هفته به بمب اتمی با بمب اتمی فاصله داره، نزدیک شده. در حال حاضر مذاکرات هم هست. در مذاکراتی که هست اینها اصلا دور هستن، گرچه هم تیم بایدن هم تیم طرف مقابل جمهوری اسلامی اینها از خداشونه که هر طوری هست به یک توافق نیمبند هم برسن، چون دو طرف تحت فشار هستن. یک طرف در امریکا وضعیت بایدن بسیار بد، انتخابات کنگره رو بدون تردید باخته، دموکرات ها باختن در کنگره، از حالا پیش باختن خودشون میدونن، حدود بیش از 50 و چند کنگرسمن دموکرات گفتن خودشون رو دوباره کاندید نمی کنن، به این دلیل که میدونن رأی نمیارن. یعنی وضعیت در امریکا این گونه است، فضای جمهوری خواهیه به دلیل شکست بسیار بسیار فاحش آقای بایدن در همه زمینه ها، مخصوصا در زمینه اقتصادی که بنزین بالا رفته و غیر. این بحث جداگانه، میخوام بگم که خود بایدن وضعیتش در ضعف است و به یک توافق نیمبند هم نیاز داره، خیلی نیاز داره که بگه حداقل در این زمینه ما موفق شدیم، ولی نمیتونه. در اون طرف جمهوری اسلامی، ولی فشار اسرائیل اگر بزنه، شما گفتید میزنه یا نمیزنه، اسرائیل اجازه نمیده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه و جمهوری اسلامی نزدیک شده، هدفش هم این هست که بتونه به یک سلاح برسه و بعد آمریکا و غرب ولش کنن، همون الگوی کره شمالی دوباره اتفاق بیفته. ولی این اتفاق به نظر من نخواهد افتاد. اسرائیلی ها با از رگ گردن به اینها نزدیکترن، به لحاظ اطلاعاتی خریدن، اکثر رهبرانشون رو خریدن، از قرائن و شواهد ما داریم میبینیم هر کاری میکنه. حالا دیگه حتی کشتن قاسم سلیمانی هم ابر تروریست بین المللی دیگه مشخص شد، موساد گفته که ما اطلاعاتش رو دادیم به آمریکایی‌ها، یعنی اون رو هم اسرائیلی ها رصد کردن و خب اقتدار خودشون رو نشون دادن. دوم، با عرب ها بسیار بسیار میونشون نسبت به گذشته از قبل یا از بدی جمهوری اسلامی بسیار خوب شده و دیگه اینها سفارت در اکثر کشورها دارن. اینکه بتونن از آسمان عربستان استفاده بکنن یا کشورهای همپیمان با عربستان سعودی، این کابوسی شده برای جمهوری اسلامی، به همین دلیل دارن نسبت به عربستان و این کشورها نشون میدن. ولی به نظر من این نتیجه گیری رو داشته باشم، اگر آمریکا نتونه جلوگیری بکنه از جمهوری اسلامی در دست یافتن به سلاح هسته‌ای، مذاکرات و توافقی اسرائیل از اون نگران باشه اتفاق بیفته، اسرائیل به طور یک جانبه جمهوری اسلامی رو هدف قرار خواهد داد و نگرانش رو ازش به قول معروف رفع نگرانی خواهد کرد. یعنی در گذشتم در داخل ایران هم زدم، ولی به طور وسیع از این توانمندی اسرائیل برخوردار هست. بله، خیلی متشکرم. بیننده به نام پسه از پاوه اشاره به دستگیری آقای پیمان احمدی کرده که اینشون دستگیر شده، با ضرب و شتم، خانواده‌اش تحت فشارن، کسی ازش خبر نداره و از خیانت ملا قادر قادری گفته، علیه گرگیش گفته تو رو خدا رسواش کنید اینو. و مطلب دیگری که اینجا همزمان با اون هست، بحث خالد پیرزاده است، قهرمانی که میگه در زندان چشم راست خودش رو 8 بخیه زده و
خانوادهش تحت فشارن. لطفاً آقای جوانمردی در این مورد بالاخره یادآوری چیزی بکنن که فراموش نشده باشن این بزرگوارا. فراموش نشده، من صحبت کردم، شما حتما شنیدید در مورد خالد پیرزاده که چشمش رو دوخته، چشم خودش رو دوخته در اعتراض به ظلمی که اینها بهش در زندان انجام میدن. اینها همه افرادی هستند مقاومتشون روزی من فکر میکنم کتاب خواهد شد، داستان ها از اینها میسازن و جزء افتخارات ملی این سرزمین خواهند شد، خالد پیرزاده و همه زندانیانی که دارن در اوج شکنجه و شرایطی که آخوندها براشون ایجاد کردن مقاومت میکنن و ادامه میدن. در مورد خالد پیرزاده صحبت کردم، بنده خبراش هم پخش کردیم و مرتبا پخش خواهیم کرد حتما. در مورد ملا قادر قادری من این رو بگم، امام جمعه یا گماشته خامنه ای در پاوه، این خودش و فرزندانش اینها یک باند مافیایی مالی هستند، خودشون پولدار شدن، زمین های زیادی، خونه های زیادی، بیزنس های زیادی در کرمانشاه و تهران دارن و مردم رو هم دارن همیشه سعی میکنن که منحرف بکنن از حقیقت. اهل سنت چه در کردستان چه در بلوچستان باید بدونن نماینده های حکومتی نماینده های اونها نیستن، اینها به اسم اهل سنت دارن برای خودشون در همون چارچوب فساد کلان حکومتی سوء استفاده میکنن. کسی مثل مولوی گرگیش دستگیر میشه، فرد دیگری، مولوی دیگری که به ظاهر مثلا از حقوق اهل سنت حمایت میکنه تحت پوشش سپاه پاسداران هست. اینها بدون دلیل نیست، چون اینها هم مزدور هستند. قادر قادری خوشبختانه مردم میشناسنش، خوشبختانه دیگه کسی فریبش رو نمیخوره. کسی که صانع ژاله، یکی از آزادی خواهانی که توسط بسیج کشته شد، همین فرد با همکاری یکی از بستگانش سعی داشت شناسنامه اون رو عوض بکنه، بگه بسیجی بوده توسط آزادی خواهان کشته شده. یعنی شما نگاه کنید این چه نوع آدمی هست. این فرد و همه افراد خائنی که از اسم اهل سنت استفاده میکنن توسط خود اهل سنت باید رسوا بشن. اونها باید بدونن که اهل سنت با حکومت جمهوری اسلامی دو بار مشکل داره. یکیش به خاطر اصل ولایت فقیه هست که اساسا اهل سنت اون رو نمیپذیره و قبول نداره و به نوعی بت پرستی و شرک و خدعه میدونه در اسلام. چگونه است که اینا میتونن ولی فقیه رو بپذیرن؟ یکیش این، دوم اینکه خب اهل سنت شما نگاه کنید در جمهوری اسلامی چه منزلتی دارن، چیزی به اینها اهمیت نمیدن. کسی بخواد حرف بزنه میره زندان. در تهران به این بزرگی با تعداد زیادی اهل سنت حتی اجازه یک مسجد ندارن. پس بنابراین چگونه است اینها، مگه ممکنه جمهوری اسلامی با اهل سنت خوب باشه؟ حالا نه اینکه برای شیعه خوب باشه، نه اینکه برای شیعه بافته جدا بافته باشه، فرق نداره، اینها آبروی شیعه عرب بود. یعنی شما نگاه کنید کسی که تا دیروز اعتقادی داشت از شیعه در حال حاضر خجالت میکشه بگه من اعتقاد دارم، چون تمام فلسفه شیعه اگر شما نگاه کنید مسئله امام حسین و مسئله، من نمیخوام وارد بحث مذهبی بشم، ولی وقتی که داری میبینه خامنه‌ای بدترش رو داره سر مردم میاره، به مراتب بدتر، و روی یزید رو هزار بار سفید کرده. بنابراین اعتباری برای شیعه هم نذاشته، نه اینکه حالا من میگم اهل سنت دیگه که برای شیعه خوب بوده، غیر. اینها دشمن مردم ایران هستند و نابودی ایران، نابودی مردم ایران هدف اصلیشون. هزار و یک دلیل همه میتونن در این مورد بیارن که اگر بدترین حکومت در ایران حاکم بود نتیجه بهتری از این میداد، بدترین دشمن در ایران حاکم بود از آخوند نتیجهش بهتر میشه. آقای جوانمردی، یکی از مطالبی که از بلوچستان برای ما تو این چند روز فرستادن، امروز هم الان میبینم بهش اشاره کردن، این بود که یکی از مولوی ها به نام مولوی عبدالعزیز ملازهی که در سراوان بود و از مولوی گرگیش دفاع میکرد، شایعات بود بر این که با پهباد ماشین ایشون رو زدن و کسایی هم مواردی دیده بودن که بله، که این ماشین به سمت جهت دیگه خیابان پرتاب شده بود و جاده پرتاب شده بود با ماشینی که از پهلوش گذشته بود و منفجر شده بود. خیلی اینو قبول نکردن تا اینکه حمله پهبادی جدید سپاه به بالاخره تعدادی از بلوچ‌های مخالف یا معارض که منجر به کشته شدن زن بچه‌ام در اون روستا شده،
این نگرانی رو ایجاد کرده که خب اینا برای اولین بار در کشور دارن برای برخورد با مردم یا سرکوب مخالفان خودشون یا خفه کردن منتقدان خودشون دارن از این سلاح مرگبار به جایی که علیه اسرائیل استفاده کنن علیه مردم خودشون استفاده میکنن. خواستن در این مورد لطفاً گزارش بدید. یکم گفته واقعا ما چگونه میتونیم اگر اینا بخوان به روستاهای ما با پهباد در بلوچستان حمله کنن از خودمون دفاع کنیم؟ ببینید جمهوری اسلامی پیشرفته موشکیش خطرش قبل از همه برای مردم ایرانه. هواپیمای اوکراینی رو باش زدن. اگر در پهباد اینها پیشرفت کردن، اسمش رو نمیشه پیشرفت گذاشت نسبت به کشورهای غربی، ولی نسبت به خودشون در گذشته علیه مردم هست. در کردستان بارها از این پهپادها استفاده کردن، حالا در بلوچستان. فقط این مولوی نیست که تحت تعقیب قرار گرفته به خاطر مولانا گرگیچ. مولوی نعمت الله مشعوف هم اینها بازداشتش کردن و تحت فشار گذاشتن و خیلی های دیگر رو. این خیلی مهم هست. ما در شرایطی هستیم که اهل سنت باید تکلیف خودش رو روشن کنه با حکومت یا با مردم یا از دینش حمایت میکنه. کسانی که اعتقاد دارن باید این سوال رو از خودشون بپرسن. زمانی که اینا حمله پهبادی میکنن به یک مولوی منتقد، اگر ما سکوت بکنیم، اگر کسانی که شاهد هستن سکوت بکنن، خیانت کردن و کمک کردن به جمهوری اسلامی. در مورد این حمله پهبادی ما با چند نفر تماس گرفتیم. ما میدونیم که اتفاقی افتاده و نمیگن. ولی اجازه بدید من انتقاد بکنم از خود برادران بلوچ، نه همه، بعضی از اونها که سکوت کردن و ما باهاشون تماس میگیریم، میگه من نمیتونم حرف بزنم، میترسم، نگران هستم فلان. خیر، نباید نگران باشی. چون امروز نوبت فلانی بوده، فردا نوبت شماست. هیچ فرقی نداره. حکومت با همه دشمنه، مخصوصا با بلوچستان دیگه دشمنیش ثابت شده. کار به جایی رسیده احمدی نژاد میاد میگه ما میخواستیم در بلوچستان کاری انجام بدیم، گفتن نه اونجا نباید هیچ کاری انجام بدیم. دیگه دشمنی جمهوری اسلامی با مردم بلوچستان ثابت شده. دشمنیش اگر با مردم در تهران تازه داره ثابت میشه، با مردم بلوچستان 30 سال ثابت شده است و همه میدونن بلوچ‌ها. پس بنابراین کشدار و مریض عمل کردن درست نیست. اهل سنت باید قاطعانه از مولانا گرگیچ حمایت بکنه و تودهنی بزنه به خامنه‌ای خائن و مزدوران سنیش که دارن ماستمالی میکنن با هر رنگ و هر اسمی که دارن، هیچ فرقی نداره. از ملا قادر قادری گرفته تا مولوی در زاهدان که نماینده خامنه‌ای خائن، فرقی نداره. اینها به نفع اهل سنت عمل نمیکنن. از زمانش هست که اهل سنت هم سوره رو از ناسوره تشخیص بده و کسانی که در صف خیانت هستند، با حکومت هستند، جنایاتش رو توجیه میکنند، سکوت میکنند در مقابل سرکوب اهل سنت، اینها رو حذف بکنند و اینها رو طرد بکنند. اون موقع است که ما میتونیم انتظار داشته باشیم بگیم مثلا چرا حمایت در تهران نشد. اون موقع میتونیم انتقاد بکنیم. اول خودتون حمایت بکنید، بعد از بقیه کمک بخواهید. پس خیلی مهم هست مسئله مولانا گرگیچ. فکر میکنم آزمونی هست برای اهل سنت. اهل سنت باید نشون بده که حمایت میکنه از این مولانای منتقد شرافتمند و اون رو تنها نمیگذاره که اگر تنها بشه اینها میتونن تحت شکنجه شاید بیان مثل همه بلای سرش بیارن که عقب نشینی بکنه از مواضعش. حتی امیدواریم اینچنین بشه که همین شما میگید مقاومت بکنن. تو با حال جوانان و مردم آزاد شهر گالیکش مقاومت کردن و بالاخره بسیاری از علمای حق طلب هم در بلوچستان اعتراضاتشون رو اعلام کردن و فردا روز میعاد اتفاقا که مردم از صبح میرن در خونه مولانا گرگیچ تا ایشون رو ببرن برای آزاد شهر برای نماز جمعه، که امیدوارم که بتونن بالاخره نشون بدن که این قدرت و توانایی رو دارن که در برابر نظام کوتاه نیان. ما این سلاح نماز جمعه هم خیلی کوتاه بهم سلاحی بوده، همیشه رژیم ازش استفاده کرد. نماز جمعه رو به در واقع مرکز خودعه و ترفند علیه مردم، کلاهبرداری، عقده بازی کرد. این سلاح رو هم باید ازشون گرفت و این خیلی مهم است که نماز جمعه رو اگر مردمی کنید، همونی که حتی در شما نگاه کنید اصفهان کشاورزها اومدن گفتن رو به میهن پشت به دشمن، آخوند حکومتی رو بلایی سرش آوردن که با
واقعا قابل الگوبرداری بود، اگر این اتفاق در بین اهل سنت هم بیفته که این سلاح نماز جمعه رو از دست آخوندهای حکومتی خارج بکنن و خودشون برگزار بکنن، این پیروزی بسیار بسیار مهمی خواهد بود و یک سلاح عمده ترفند و فرید رو از رژیم میگیره. امید خدا. البته من این نکته یادآوری کنم آقای جوانمردی که اهل سنت مساجدش و مدارسش و حقوق و مزایا رو خود مردم میدن، اینا حکومتی نیستن، ولی حکومت اومده خودش رو چنبره انداخته روی این. ولی بذار بگم اجازه بدید من این رو شاید توضیح بدم. خیلی از اهل سنت هم، خیلی از آخوندهاشون با حکومتن، همین ملا قادر قادری و خیلی های دیگه، بله هستن کسانی روحانیونی که با حکومت نیستن، زندانی شدن، فرار کردن، خیلی ها میشناسیم از اینا رو، ولی متاسفانه در بین اونها هم خیلی ها زانو زدن در مقابل حکومت و به مزدور آخوندها تبدیل شدن. بله، ولی حالا انشالله امیدواریم همونجوری که شما اشاره کردید ما آینده بهتری داشته باشیم و قطعا هم داریم. یعنی الان همونجوری که اشاره کردید جریان مولوی گرگیج یک آزمونیه که در جامعه ما نشون خواهند داد که مردم چقدر میتونن مقاومت بکنن یا کسانی که حق طلبن. اما این جوانمردی، یکی از سوالاتی که خیلی مد نظر هست برای بینندگان ما اینه که ما چگونه یک وطن دوست واقعی رو بشناسیم، یک ایران دوست واقعی رو بشناسیم، یک اپوزیسیون واقعی رو بشناسیم، یک مخالف به قول معروف این آخوندها و شیطانها رو بشناسیم، یا چگونه مثلا میتونیم اعتماد بکنیم؟ همه میگن ما مخالفیم، همه میگن ما میخوایم از این نظام عبور کنیم، ولی چگونه خوب از بد تشخیص بدیم؟ من فکر میکنم کار سختی نیست، خیلی ساده است، فرمول خیلی ساده ای داره. خیلی در خارج کشور مال جمهوری اسلامی هم هستن، چون دیگه حمایت از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. شما اگر هر کسی حمایت بکنه این ترک میشه. پس نقشه چیه؟ برنامه چیه؟ شما بیایید تحت عنوان مخالفت با جمهوری اسلامی مخالفان جمهوری اسلامی تحقیق بکنید. این بهترین ترفنده. کاری که جمهوری اسلامی داره انجام میده، براش پول صرف میکنه. 20,000 نفر سایبری در داخل ایران استخدام کرده، در خارج کشور خیلی‌ها رو استخدام کرده و به اونا پول میده که این کار رو انجام بدن. مجموعی از مزدور پراکنی برای اینکه چه کار بکنن، اینا تحت عنوان مخالف میان، ولی در مورد جمهوری اسلامی کاری ندارن. خیلی چیزای بدیهی رو که همه میدونن میگن، چیزایی که همه میدونن به درد نمیخوره. همه میدونیم این رژیم بده، همه میدونیم دیکتاتوره، همه میدونیم، ولی در عمل اینها به تریبون‌های تبدیل شدن برای تخریب افرادی که خطرناک هستن برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ازشون میترسه، برای اپوزیسیونی که میخواد واقعا این رژیم رو از سر راه برداره. در حال حاضر هر فردی، هر گروهی اگر برنامش به غیر از سرنگونی جمهوری اسلامی چیز دیگه ای بود، وارد حاشیه مخالفت با اینو اون شد، وارد مخالفت با گروه های مخالف جمهوری اسلامی شد، به اینها شک بکنید. هر کسی باشن، هر گروهی باشن، به این افراد شک بکنید. در حال حاضر امروز روزی هست که بنده به عنوان یک شهروند ممکنه اختلافاتی با فلان گروه سیاسی داشته باشم، ولی این رو گذاشتم به کنار، گفتم این اختلافات برای زمان خودش. در حال حاضر همه ما یکی هستیم برای عبور از جمهوری اسلامی و در این مسیر نه تعارف داریم با کسی نه هیچ. هر کسی هم هست ما همراهی میکنیم، باهاش همکاری میکنیم، ولی کسانی میان مانع این راه میشن، بدون شک بکنی، نه بنده، همه گروه ها و افرادی که در این مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی و حمایت از مردم هستند. پس این خیلی خیلی مهم هست. ما میتونیم به سادگی تشخیص بدیم چه کسانی با مردمن، چه کسانی از مردمن، چه کسانی علیه مردم، و در ضمن کسانی که برای پول، کسانی که برای گرفتن کمک مالی دارن فعالیت میکنن، به نظر من اونها هم باید شک کنیم. یعنی افراد زیادی که سفره پهن کردند، تحت عنوان مبارزه دارن پول میگیرن، مشخص نیست این پولها برای زندگی خودشونه برای کجاست. در این راه بنده به نوبه خودم، من فکر میکنم کسانی که به طور حقیقی آزادی خواه هستند باید فداکار هم باشن، باید از خودشون مایه بگذارن، باید خودشون هم سختی و خطر رو بپذیرند، و این راه و رمزی هست که اعتماد مردم رو هم جلب خواهد کرد. همه اینها شاخصه هایی هستند که من فکر میکنم مردم میدونن و اینها رو در نظر میگیرن. بله.
نمیدونم چجوری اینو بخونم. میگه خواهشان بپرسید یه راهکار بذار آقای جوانمردی، داریم از گشنگی میمیریم، یه کاری بکنید. نمیدونم من چی بگم. بارها گفته شده راهکار، این چه راهکاری که ما در سال گذشته 400 خورده ای اعتراض داشتیم، یعنی هر روز چند تا اعتراض، در روز بیش از یک اعتراض داشتیم. مهمترین و اساسی ترین عامل این هست که این اعتراضات رو به هم گره بزنیم به لحاظ زمانی و مکانی. یعنی اگر یه اعتراض شنبه است، یکی پنج شنبه است، هر دو رو یک روز بکنیم و بعد مکانها رو مشخص بکنیم که کجاست. جلوی مراکز سیاسی، نه مراکز نظامی، مراکز سیاسی، از مجلس گرفته تا استانداری ها تا همه ادارات دولتی، ادارات سیاسی. این مهم هست که ما بتونیم اعتراضات رو به هم گره بزنیم، زمان اونها رو به هم گره بزنیم و این به هم گره زدن اعتراض ها باعث گسترش اعتراض، باعث افزایش ریزش در طرف مقابل، چون اونها توان مقابله تا ابد نمیتونن که مردم تو خیابون وایسن، مردم رو متفرق کنن. هیچ حکومتی نتونسته تا آخوندها بتونن و این یک وضعیت فرسایشی برای رژیم خواهد بود، یک جنگ فرسایشی که بازنده مطلق جمهوری اسلامی خواهد بود. پس خیلی مهم است که ما اعتراضات رو به هم گره بزنیم، از بی تفاوتی خارج بشیم. اگر مخالفیم، مخالفت کافی نیست، مخالفت باید به اکت سیاسی، به فعالیت سیاسی تبدیل بشه. مخالفت رو ما به مخالفت عملی تبدیل بکنیم و زمانی که مخالفت عملی صورت بگیره تردید نکنید که این اتفاق خواهد افتاد. عمامه ای که به زیر لگد یک بانو رفت رو ما روزی در سر تا سر ایران شاهد خواهیم بود. اتفاقا آقای جوانمردی، این سوال همینه، سوال بیننده همینه که این سمبل لگد کردن این عمامه خیانت و جنایت و فرقه گرایی رو چجوری آقای جوانمردی میبینن؟ یک دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، یک و نیم دقیقه. نکته عطفی بود، یک اقدام و عمل که به الگو تبدیل شد. مردم ایران استقبال کردن، همه گفتن دست این خانم رو میبوسیم. اینها اومدن دستگیرش کردن و دیگه فایده نداره، بکشنش حتی اگر تیکش کنن، برای اینکه این الگو در سر تا سر ایران منتشر شد و از این به بعد لگدمال کردن عمامی آخوند حکومتی رو همه باید وظیفه بدن. اینها نه اصلاح میشن، نه به هیچ عنوان به دوست مردم تبدیل میشن. ترفندهاشون فقط از ترفندی به ترفند دیگه فرق میکنه برای فریب مردم. این مسئله لگدمال کردن تا پایان جمهوری اسلامی باید ادامه داشته باشه و من فکر میکنم نقطه عطفی بود. یک بانو به مردم ایران نشون داد که سمبل خیانت و جنایت و همه پلیدی ها که در آخوندهای جمهوری اسلامی جمع شده رو میتونن لگدمال بکنن، قدرت این رو دارن. به امید روزی که همه عمامه هایی که در حال حاضر فرمان روا هستند بر مردم ایران و عامل غارت و تفاول مردم ایران هستند رو زیر پاهای آزادی خواهانی ببینیم که در آینده اینها نمایندگان اصلی و بدنه اصلی حاکمیت خواهند بود توسط مردم، از خود مردم. سپاسگزارم از شما جوانمردی عزیز، از شما بینندگان. و خب خیلی از پیاماتون رو نخوندم به خاطر اینکه مشابه بود، خیلی هم نرسیدیم به خاطر اینکه وقت گرفته شد روی اونها، اما انشالله تا فرصت دیگه و برنامه دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدایا رو نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.